مهمان امروز ایراوا خانم آهنگرام، حقوقدان و دختر زنده‌یاد امادرام هستند که توجه شما را به مصاحبه با ایشان جلب می‌کنم. خانم آهنگرام سلام می‌کنم خدمتتون و خوش آمد میگم بهتون به رادیو ایراوا. در واقع من سلام میکنم به شما خانم قفاری عزیز، خیلی ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید. همینطور سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما، خیلی لطف کردید. خواهش میکنم خانم رام، از اونجایی که هموطنان ما شما رو به خاطر اینکه دختر زنده یاد عماد رام هستید میشناسن، هدف این مصاحبه این خواهد بود که آهنگ رام رو بهتر ما بشناسیم و اگه من قابل باشم از این طریق شما رو هم به شنوندگان محترم ایراوا معرفی بکنم. خواهش میکنم، شما محبت میکنیم خانم قفاری، لطف دارید. پس اول سوالم رو مطرح میکنم، متولد کجا هستید و کی از ایران خارج شدید؟ من در تهران متولد شدم و در اول سپتامبر سال 1986 وارد آلمان شدم. این سوال رو بیشتر از این جنبه مطرح کردم خانم رام که فارسی شما بسیار روان هست و صحبت کردن و حتی نوشتنتون از سطح بالایی برخوردار هست و این برای من خیلی نکته کنجکاوی بود که میخواستم پیدا کنم ببینم شما تحصیلاتتون توی ایران بوده خارج بوده. من در دوره نوجوانی از ایران خارج شدم و بعد اینجا که اومدم بعدش وارد کالج شدم، بعد وارد دانشگاه شدم، بقیه تحصیلاتم رو در اینجا ادامه دادم. البته تا زمان انقلاب من در مدرسه فرانسوی ها درس خوندم که تمام دروسمون به زبان فرانسه بود، در واقع یه ساعت در روز بیشتر فارسی نداشتیم. این هستش که ولی پدر من خیلی دوست داشتن که ما فارسی رو خیلی خوب صحبت بکنیم و چون در محیط ایران بودیم سعی کردیم که فارسی رو خیلی عالی یاد بگیریم، اگرچه که معتقدم خیلی الان به خصوص متوجه میشم تو این سن که فارسی من اصلا خوب نیست، میتونه خیلی بهتر باشه. نه شکست نفسی میکنین خانم رام، فارسیتون خیلی خوبه. من اولین باری که شما رو دیدم خانم رام توی سیمای آزادی بود و بعدن از طریق فیسبوک با شما آشنا شدم و به خصوص با نقاشی های قشنگی که در معرض دید قرار میدید که همینجا جا داره بگم اون نقاشی ها واقعا احساس آرامش عجیبی به آدم میدن. خودم خیلی از اون نقاشی ها رو دوست دارید. ولی ناگفته پیدا هست که شما چقدر به نقاشی علاقه دارین. خانم رام لطفا برای شنوندگان ما بگین که میونتون با موسیقی چطوره و آیا هیچ آلت موسیقی می نوازین؟ بله من عاشق هنرم تو هر نوعش. من سالها پیانو زدم، بعد یه سه استاد موسیقی کار کردم. اولین استاد من خانم پروانه ژیلا بودن که در هنرستان عالی موسیقی تدریس میکردن. البته من پلوی ایشون کلاسیک کار میکردم، دو سال پلوی ایشون بودم. بعد رفتم پیش آقای ملیک اسلانیان که در کنسرواتوار اتریش تحصیل کرده بودن و چهار سال پلوی ایشون پیانو زدم. بعد از اینکه آقای اسلانیان بازنشسته شدن پلوی آقای مهربخش کار کردم که نوازنده خیلی ماهری بودن و معلم بی‌نظیری هم بودن. بعد از اینکه به خارج از کشورم اومدیم من پیانو رو چند سال ادامه دادم تا زمانی که وارد دانشگاه شده بودم. بعد که دیگه دروسم یه ذره سخت‌تر شده بودن دیگه نتونستم به اون صورت با پشت کار تمرین کنم. الانم دیگه با اجازه شما بعضی وقتا دیگه کلاسیک به اون صورت کار نمی‌کنم، ولی ملودی هایی رو که دوست دارم بعضی وقتا با پیانو میزنم. چقدر جالب. سوال اینجا به وجود میاد خانم رام، چرا از نظر هنری دنبال روی پدرتون نبودید و به قول معروف پا جای پای پدر نذاشتید؟ چه سوال جالبی کردین خانم قفاری. پدر من به عنوان یک هنرمند آزاده با مشکلات خیلی زیادی در ایران روبرو بودن. در زمانش مشکلات زیاد بود ولی شکل و فرمشون با زمان خمینی متفاوت بود. در رژیم هنرستیز آخوندی واقعا که مشکلات برای هنرمندان، به خصوص برای هنرمندان آزادهی مثل پدر من که نه تنها حاضر به کوچکترین همکاری با رژیم نبود بلکه علیهشون حتی در خود ایران مبارزه میکرد، وحشتناک بودن. ولی پدر من میتونستن از طریق هنرشون مبارزه کنن چون سطح هنری خیلی بالا و با ارزش بود. من نه اون خلاقیت بی‌نظیر و نوآوری در آهنگسازی و ملودی‌های قشنگ رو داشتم
و نمیتونستم با اون حالت عرفانی و عمیق و در این حال تکنیک خیلی بالا مثل پدرم ساز بزنم، نمیتونستم اشعار بسیار زیبایی که پدرم میگفتن و میسرودن رو بگم. بنابراین من تصمیم گرفتم که عاشق هنر بمونم، با هنر سر و کار داشته باشم، پیانو بزنم، برنامه های هنری رو تا جایی که میتونم دنبال کنم، ولی هنر رو به عنوان شغل انتخاب نکنم. شاید در رشته دیگری موفقیت بیشتری برای مبارزه با رژیم آخوندی میداشتم. ولی شغل شما وکالت از خانم رام و وکالت و سرکله زدن با حقوق و قوانین شغل بسیار جدی هست. آیا بالانس ایجاد کردن بین شغل شما و روح لطیفتون که در نقاشی هاتون همطور که گفتم هویدا هست چقدر سخته و آیا میشه بالانس رو ایجاد کرد؟ بله، لطف دارین از اینکه از لطافت روح صحبت میکنید، این نهایت محبت شماست. ولی من فکر میکنم که هر دوی اینها، یعنی لطافت روح و جدی بودن کار، با هم رابطه مستقیمی دارن. یعنی ما هر چی با احساس تر باشیم در کارمون هم جدی تریم. همیشه میگن اول باید همه چیز رو در قلب احساس کرد و این واقعا درسته. زمانی که چیزای خوب رو، حالا این میتونه هر بود قشنگی از زندگی باشه، طبیعت و گلها باشن، هنر باشه، عدالت باشه یا هر چیز دیگری باشه، زیباییش رو در قلبمون احساس کنیم، حتما دوست داریم با بقیه تقسیمشون کنیم. و وقتی که میبینیم موانعی وجود داره که شاید نتونیم اونها رو راحت با بقیه تقسیم کنیم، مسئولیت ما در زندگی بالا میره و برای اون جدیتر کار میکنیم و زحمت میکشیم تا یه راهی پیدا کنیم که بقیه هم بتونن این زیبایی ها رو یا این حقوق رو داشته باشن. ما هرچی احساسات عمیق‌تری داشته، یا به قول شما که انقدر محبت‌آمیز گفتین روح لطیفی داشته باشیم، درد آشناتریم، ناراحتی بقیه رو بیشتر احساس میکنیم. و به قول معروف، تا وقتی، این جمله رو حتما شنیدین که میگن تا وقتی شما آزاد نیستید آزادی ما هم کامل نیست. احساسات مسئولیت ما رو در زندگی بالا میبرن تا بیشتر و جدیتر تلاش کنیم. آیا همین باعث شد که شما شغل وکالت رو انتخاب بکنید؟ والا من فکر میکنم که خیلی چیزها باعث شد. من در واقع در سنین خیلی کوچیکی متوجه خیلی مشکلات اجتماعی و بی‌عدالتی‌ها در جامعه ایران شدم. وقتی که کودکان رو سر چهارراه‌ها می‌دیدم در حال کار کردن، یا اختلاف طبقاتی وحشتناک رو در جامعه می‌دیدم، می‌فهمیدم کمبودهای زیادی در جامعه وجود داره. بعد که یکم بزرگتر شدم، مشکلاتی که خودمون و رژیم آخوندی داشتیم از توی خانواده، به خاطر اینکه پدرم یک هنرمند آزاده بود، دستگیر کردن، به زندان بردن، تا در یک پروسه بسیار طولانی و دردناک پدرم آزاد شدن. بعد از اون باز بارها مردان مسلح با سر و صدا به خونه ما میریختن، خونمون رو میگشتن، دنبال پدرم میگشتن، میخواستن پدرم رو با خودشون ببرن. تا زمانی که از اعدام‌ها رو در سنین پایین ازشون میشنیدم یا شکنجه ها رو میشنیدم، که میدونستم همه اونا فقط به خاطر مخالفت با رژیم آخوندی هستش، بدون محاکمه و بدون وکیل این کار رو انجام میدادن، یا خفقان وحشتناک و محدودیت هایی که در جامعه میدیدم، اینا همه باعث میشد. بعد که به خارج از کشور اومدم، چیزای دیگری توجه من رو جلب میکرد. مثلا در اینجا تیراژ زیاد روزنامه ها توجه من رو خیلی به خودش جلب میکرد، در صورتی که توی ایران تیراژ روزنامه ها خیلی کم بود و خبرنگاران، روزنامه نگاران، آزادی خواهان، نویسندگان واقعی در زندان ها بودن، یا سانسور در ایران بیداد میکرد، که البته همه اینا هنوز هم ادامه داره و روز به روز هم داره بدتر میشه. بعد که مدتی در خارج از کشور موندم و با احساب اینجا آشنایی پیدا کردم و با ساختار دموکراسی آشنا شدم، میدیدم که اینجا هنرمندان آزاد هستن، نویسندگان هر چی دوست دارن می‌نویسن. دیدم که این همون چیزی هست که من آرزوش رو برای ایران و مردم خودمون دارم، که مردم بتونن هر حکومتی رو که دلشون میخواد برای مدت 4 سال که سر کار میاد انتخاب کنن، تا احزاب دیگر به عنوان اپوزیسیون فعال باشن و بر کارهای حکومت موقت نظارت کنن، روزنامه ها، مجله ها، رادیو ها، تلویزیون ها به شفاف سازی بپردازن، از همه مهمتر قضات مستقل، استقلال قوه قضاییه، اجرای قانون و سازمان های دولتی رو کنترل کنه که علیه قانون عمل نکنن. در واقع در اینجا من عاشق حکومت قانون شدم و تصمیم گرفتم که رشته حقوق رو انتخاب کنم، و شاید این همون رشته بود که من از طریق اون میتونستم بهتر با رژیم آخوندی مبارزه کنم. توی چه رشته ای از حقوق شما تحصیل کردید خانم رام؟ والا در اینجا ما میتونیم، یعنی حقوق
دانشگاهان همه میتونن در هر رشته که دلشون بخواد کار بکنن، چون که همه رشته ها رو در دانشگاه میخونن، ولی اون رشته رو که بهش علاقمند هستن به طب همون رو برای شغل خودشون انتخاب میکنن. البته میتونن یک تخصص هم جداگانه بگیرن. من تخصصی که گرفتم در روانشناسی جنایی بود، ولی کاری که کردم در قوانین بین‌الملل، قوانین اروپا و الانم که در حقوق بشر کار میکنم. مقایسه قوانین حاکم بر ایران و قوانین حاکم بر اروپا من فکر میکنم کاملا کار بیهوده‌ای هست، چون که تفاوت از زمین هست و آسمون. این تفاوت ها شما رو که با قانون سر و کار دارین آزار نمیده؟ بله، چرا، درست میفرمایید، واقعا خیلی دردناکه. در رژیم آخوندی قوانین قرون وسطایی هستن، یعنی آخوندها 600 سال از قوانین دموکراتیک فاصله دارن. همیشه میگن اگر خواستیم بدونیم که درجه آزادی و حقوق انسانی در یک جامعه در چه حدی هست، باید نگاه کنیم ببینیم که قوانین مجازات به خصوص درباره زنان در آن جامعه چگونه تصویب و اجرا میشه. در قوانین آخوندی در همه جا، یعنی فقط نه در قانون جزای اسلامی، در همه قوانینش، ولی به خصوص در قانون جزای اسلامی، زنان خیلی سخت‌تر از مردان مجازات میشن. به طور مثال دیه زن نصف مرده، یعنی ارزش زن نصف مرده. زنان از حمایت قانون در برابر خشونت‌های خونگی، جنسی و روانی برخوردار نیستن. مسائل دیگری هم هست، یعنی فقط اینا نیست. مثلا شما از این صحبت کردین که قوانین آدم رو آزار میدن، مثلا همین جدا نبودن دین از دولت در سیستم های دموکراتیک، با تمام احترامی که به مذاهب میگذارن، مرز مذهب در قانون تعیین میشه، در قانون اساسی. یعنی هر شخصی آزاد هر دینی که دلش میخواد انتخاب بکنه یا دین نداشته باشه، ولی یه مسئله فردی هست و دین از دولت جداست. بنابراین این دو مسئله تبعیض جنسی در قانون از دید من، نمیتونم بگم برابر نبودن حقوق زن و مرد، چون مسئله از اینم خیلی فراتر میره. گاهی آدم با خوندن این قوانین احساس میکنه در رژیم آخوندی زن ها اصلا ارزشی ندارن، ضمن اینکه حقوق مردان هم رعایت نمیشه. با این حال این تبعیض جنسی در قوانین وحشتناک هستش و این جدا نبودن دین از دولت و همینطور سایر قوانین قرون وسطاییشون به قول شما واقعا وحشتناک آزاردهنده هستش. اینجا یه اجازه میخوام از شما بگم که یه راه حلی وجود داره در اینجا و تنها راه حلش اپوزیسیون سازمان رفته، یعنی اون مقاومتی هستش که این قوانین رو خیلی خوب میشناسه و هدفش یک جهش 600 ساله حقوقی، سیاسی و تاریخی از قرون وسطای آخوندی به دموکراسی قرن 21. خانم ابراهام، بعضی ها فکر میکنن که قوانینی که الان در ایران موجود هست و قوانینی که رژیم حاکم کرده بر کشور ما اصلاح پذیر هستن. شما به عنوان یه حقوقدان آیا قوانین حاکم بر ایران رو اصلاح پذیر میدونید؟ نه خیر، از دید من این قوانین ضد بشر رو باید ریخت دور و از نو نوشت و این کار تنها در سرنگونی رژیم آخوندی و سقوط کل نظام ولایت مطلقه فقیه امکان پذیره. خب اگه بعد از سرنگونی این رژیم شما این قدرت رو داشتید و این اختیار رو داشتید، اولین تغییری که در قانون اساسی به وجود می آوردید چی بود؟ حالا فکر میکنم که خیلی قوانین رو باید تغییر داد، ولی من اگر این قدرت رو می داشتم اصل شماره یک قانون اساسی رو میذاشتم، کرامت انسانی خدشه ناپذیره و این قانون رو غیر قابل تغییر میکردم. یعنی به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی نشه این قانون رو تغییر داد. در این اصل که میگم کرامت انسانی خدشه ناپذیره، تمامی حقوق فردی اساسی و سی ماده حقوق بشر نهفته، یعنی از حق زندگی نبودن اعدام، حق انتخاب پوشش، آزادی عقیده و بیان، آزادی قلم، نبودن سانسور، آزادی اجتماعات، حق داشتن خانواده، حق تحصیل و کار، حق داشتن درآمد عادلانه و شرایط مناسب کاری، حق دفاع، حق داشتن یک دادگاه عادلانه و منصف و خیلی از حقوق دیگه. خانم رام، ابتدای این گفتگو من گفتم شما رو برای اولین بار در سیمای آزادی دیدم. شما مجری یک سری برنامه‌هایی بودید در سیمای آزادی به نام قانون دشمن حقوق بشر. میشه لطف کنید و برای ما بگین که هدف از اجرای این برنامه‌ها چی بود و همینطور سوال بعدی که چرا دیگه اونها رو ادامه ندادید؟ بله، اجازه بفرمایید که اینجا بگم.
سلام غفاری. آقای محمد رضا روحانی استاد من در رشته حقوق هستن. در دوره‌ای که من با ایشون کار میکردم خیلی چیزا ازشون یاد گرفتم، ولی هدف ما این بود، یعنی ما میخواستیم که در برنامه قانون نشون بدیم، به زبان ساده این برنامه رو تهیه بکنیم که در اختیار همگان قرار بگیره، نه به زبان حقوقی، چون زبان حقوقی زبان سخت و خشکی هست. برای همین تصمیم گرفتیم که این برنامه رو به زبان خیلی ساده تهیه بکنیم. میخواستیم نشون بدیم که قانون در ایران دشمن حقوق بشره، یعنی در واقع قانون باید دوای درد باشه، ولی در ایران فعلی در رژیم آخوندی درد از دوای درد ناشی میشه، یعنی دست آخوندها و دار و دستشون برای جنایت کاملا بازه. و ما من آقای روحانی از اول میدونستیم که این برنامه رو در 40 قسمت تهیه میکنیم، یعنی در 40 قسمت هم تمام شد. اون مسائل حقوقی رو که ما میخواستیم با فکت نشون بدیم بررسی کردیم، به بینندگان عزیزمون نشون دادیم و سر 40 برنامه هم تمام کردیم. البته در اینجا باید بگم که از همه همکاران سیمای آزادی هم باید خیلی تشکر بکنیم به خاطر همکاری بی‌نظیرشون و محیط دوستانه و صمیمانه‌شون. این برنامه رو من و آقای روحانی تنهایی تهیه نکردیم. خانم ایران، امسال سالگرد خاموشی پدرتون زنده یاد عماد رام، یا به قول مادرتون عماد جان، همزمان شد با درگذشت استاد نقاشی ایران آقای بهرام عالی‌بندی. شما چقدر با ایشون آشنا بودید؟ بله خانم غفاری عزیز، این روز روز رفتن دو هنرمند بزرگ و آزاده و وطن دوست و مردمی و مبارز بود و دو انسان متواضع، هنرمندان صاحب سبک، خلاق و نوآور و هر دو عضو شورای ملی مقاومت ایران. و عجیب این که هر دو در دو سال مختلف ولی در یک روز پرواز کردن. روحشون شد و راهشون پر رهرو باد. شما از من پرسیدین که من استاد عالی‌بندی رو تا جد میشناختم. من سالها پیش در شب بزرگداشت احمد شاملو در پاریس با ایشون آشنا شدم و افتخار بزرگی که نصیب من شد این بود که تونستم از نزدیک با شخصیت بزرگ و در این حال متواضع استاد آشنا بشم و همینطور با نقاشی‌های بی‌نظیرشون که با مهارت خیلی خاصی کشیده شده بود. استاد عالی‌بندی یکی از برجسته‌ترین نقاشان مملکت ما هستند که کارشون در سطح جهانی بود و در آینده، یعنی در سطح جهانی هم هست و در آینده بیشتر شناخته خواهند شد. شما میدونید هنرمندانی که ارزش کار بالایی دارن و سطح کارشون بالاست، اونطور که باید هیچگاه در زمان خودشون شناخته نمیشن، چون جلوتر از زمانشون حرکت میکنن. و استاد عالی‌بندی یکی از این هنرمندان بودن. ایشون واقعا قابل احترام بودن. همینطور همسر فرهیخته و هنرمندشون خانم ناهید همت‌آبادی، ایشون در سایت همبستگی یک مقاله راجع به استاد نوشتن که خیلی خوندنی هست و من خودم چند بار این مقاله رو خوندم و اصلا خسته نمیشم و باز هم دلم میخواد بخونم. ولی در اینجا اجازه میخوام یه مسئله رو براتون تعریف کنم در ارتباط با استاد عالی‌بندی و پدرم. بفرمایید، خواهش میکنم. حدود 30 سال پیش من با پدرم سر میز نشسته بودم و پدرم داشتن شعر میوشتن. شعرشون اینطوری شروع میشد: میان آتش و خونم، چون مجنونم که بر لیلای آزادی امید و آرزو بستم. این شعر خیلی قشنگه، ولی من مطمئنم که استاد عالی‌بندی این شعر رو نشنده بودن، چون این شعر قدیمی بود و خونده نشده بود و به خصوص که پدر من روی این شعر، روی این شعری که گفته بودن، هیچ وقت آهنگ نساختن. حدود 3 سال بعد از پرواز پدر من، یه روز در پاریس من سر میز با استاد عالی‌بندی نشسته بودم و با ایشون حرف می‌زدم. استاد به من گفتن آزادی هیچگاه ساده به دست نمیاد، همیشه میان آتش و خون به دست میاد. یک لحظه برام 30 سال قبلش تداعی شد، زمانی که پدر من می نوشتن میان آتش و خونن و این نزدیکی احساسی دو هنرمند آزاد و مبارز رو می رسونه که سالها بعد از اینکه از ایران خارج شدن در یک مکان همدیگر رو دیدن و در یک روز از سال پرواز کردن. این مسائل باعث میشه که من واقعا، من به استاد عالی‌بندی نزدیک بودم، ایشون یک حالت پدرانه و صمیمی داشتن، حالت خانوادگی داشتن، ولی این مسائل
مسائل باعث میشد که من بهشون نزدیکتر هم بشم. البته به خانومشون هم همینطور من خیلی ارادت دارم نسبت به این خانواده به طور کلی. خانم غفاری درسته؟ بله مشخص از بیان این کلمات که شما بیان کردید الان احساس رو منتقل کردید، احساس خیلی قشنگی هست. ممنونم. خانم دقیقا هر دوشون، هم پدر عزیزتون و هم استاد علیوندی، که هر دو واقعا فقدان هر دوشون در جامعه ایرانی و جامعه مبارز ایرانی احساس میشه. بله واقعا هنرمندان هرگز نمیمیرن خانم قفاری، به خصوص هنرمندانی که تا آخرین لحظه کنار مردمشون ایستادن، علیه استبداد مذهبی مبارزه کردن. روح همشون شد واقعا در این سالهای آخر. ما خیلی از هنرمندان رو از دست دادیم، ولی به قول شما همشون حضور دارن و هستن در میان یاران. دقیقا راهشون ادامه داره و جوانترها میان و راه اونا رو ادامه میدن. خانم بله حتما همینطوره، باید اینطوری باشه خانم قفاری. هرچند که میشه حد زد آرزوی یک حقوقدان چی باشه، ولی شما خودتون بگین بزرگترین آرزوتون چیه؟ بزرگترین آرزوی من آزادی مردم ایرانه، برقراری یک حاکمیت ملی و یک نظام دموکراتیک بر مبنای حقوق برابر برای زن و مرد و جدایی دین از دولت. انشالله که به زودی به وقوع میپیونده خانم قفاری. حتما همینطوره. خانم رام، از اینکه وقت گرانبهاتون رو در اختیار ایراوا گذاشتین یک دنیا سپاسگزارم و آرزو میکنم که به همه آرزوها و خواستاتون برسین. شاد و پیروز باشید. من هم برای شما بهترین آرزوها رو میکنم و همینطور برای شنوندگان عزیز برنامه شما و برای همه هموطنانم بهترین آرزوها رو دارم، به امید آزادی ایران عزیزمون خانم قفاری. جایی که معجزه ساده
لاله بارون عطر نارنجا میبخشه به تن خاک، جایی که دیدنیه صبح و غروبش روی ساحل روی ماسه های نمناد. آره من شمالی هستم روی بارون میده دستم، آره من شمالی